راستش اگه بخوام از اولش بگم، خیلی برام خیلی خاطرهای زیادی دارم که بخوام بگم براتون و اینکه چجوری بالاخره انتخاب کردم. من راستش دنبال مسابقات ورزشی بودم، بعد کلاس های متفرقه می رفتم، هیچ کدوم گفتم راضیم نمی کرد. بعدا توی ذهنم این بود که من حتما باید برم سر کار، بعد دنبال این بودم که برم دنبال کار. وقتی که مستقیم وارد محیط کار شدم، این مشکلات مردم بیشتر نزدیک دیدم. خب خیلی از دوستان بودن که با هم صحبت میکردیم، یادم نمیره من خودم کاری که اونجا میکردیم، من تو بیمه ایران کار میکردم، تمام دفترچه های مال بیمه رو باید وارد کامپیوتر میکردیم و این حقوقشون بستگی داشت به این که چقدر با سرعت میزنن، که اونجا من میدیدم که سر موقعم حتی خیلی ها میومدن اضافه کاری انجام میدادن به خاطر اینکه بتونن زندگیشون رو از این طریق بگذرونم، بتونم پول حتی اجاره خونهشون رو در بیارم. ولی من شاهدش بودم که خیلی ها میومدن حقوقشون رو چون به موقع نمیدادن، میگفتن اصلا نمیتونیم، گریه میکردن، نمیتونستن اصلا اجاره خونهشون رو بدن. انگار که سردرگم بودم، چون میدیدم مردمم و اطرافیانم رو میدیدم که تو چه مشکلاتی هستن، چه فقر و بدبختی هایی دارن. حالا فرق نمیکنه چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، خانواده ها رو خیلی میدیدم، همیشه این سوال ذهنم بود. ولی این مادرم بود که، یعنی من حتی مثلا اینجور بود که میگفتم میخوام مثلا به این نفر کمک کنم، به این خانواده کمک کنم، ولی مادرم بود که میگفت اینا تو بالاخره به یه نفر میتونی کمک کنی، به دو نفر میتونی کمک کنی، ولی هیچ فایده نداره و تو تنها جایی که میتونی به مردمت کمک کنی و اونها رو به آزادی برسونی، تنها جاش اشرفه. راست میگه، مامانم همیشه هر موقع از مشکلات یا تضادهای مردم میگفتیم یا میخواستیم به کسی کمک کنیم، همیشه میگفت تنها راهش توی اشرفه و هر مشکلی هر چیزی میشد. میگفتم آخه این اشرف کجاست که تو انقدر میگی؟ ولی اون موقع درک نمیکردم که مامانم چی میگه. بعد از این که اومدم اینجا تازه فهمیدم کانون استراتژیک نبرد اشرفه و تنها جایی که میتونیم مردممون رو آزاد کنیم از همینجا میگذره. اما نقطه اصلی که روی انتخابم مصمم شدم اونجا بود که صدای برادر مسعود رو شنیدم که با صدای بلند میگفتن هل من ناصر ینصرونینی، یا یاری کننده هست، که من از صدای بلند و مصمم برادر اونجا یه نقطه انتخاب دیگه داشتم و خواستم زودتر به اشرف بیام. یا با شهدا، هدیه ما یک لیست شهده است. در این لیست بیش از 12,000 تن از شهدای انقلاب نوین ایران شماره شدند. این رو در همینجا میگذاریم و به شما تقدیم میکنیم، چون که از انفاس مطهر خود شما گرفتیم. از همین جا بود، از همین قتلگاه که مجاهدین نیز سرچشمه گرفتند و خط مشی عاشورایی تو رو الگو قرار دادند، و از همین جاست، همین نقطه که چه کاخهای ستم ویران شدند و باز هم خواهند شد. یا با عبدالله، همه گواهند که تو زنده‌ای و میبینی و میشنوی. پس هدیه مجاهدین خلق ایران به خاک پای امام مجاهدان سرور شهیدان سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام را بپذیر، که همه این شهدای مجاهد در امتداد سنت عاشورایی است که تو بنیاد گذاشتی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آی مردم ایران، اونهایی که در گوشه و کنار صدای من به گوشتون میرسه،
از قتلگاه حسین شما رو خطاب مخاطب قرار میدم. هل من ناصر ینصرنی؟ هل من ناصر ینصرنی؟ هل من ناصر ینصرنی؟ طوری که زهره گفت اون قبل از ما اومده بود. من بعد از جنگ آمریکا و عراق اومدم و در واقع قبلش میخواستیم بیایم، ولی چون جنگ شد نتونستیم خودمونو به اشرف برسونیم. که تو این مدت من خودم خیلی لحظات دلتنگی برای زهره داشتم، چون همیشه پیشم بود و خیلی از سختی ها مشکلاتی رو که اون در واقع توی زندگی میفهمید من زیاد نمیفهمیدم، چون هم درگیر درس و درگیر مدرسه بودم، زیاد به این چیزا فکر نمیکردم. ولی وقتی اون رفت خیلی احساس تنهایی کردم، تازه فهمیدم اون مشکلات و اون چیزایی رو که اون ازش صحبت میکرد چیه. تازه خودم یکی یکی با اونا برخورد میکردم، میفهمیدم که چه چیزایی سر راهش بوده تا این مسیر رو انتخاب کرده. که در واقع وقتی هم به اشرف اومدم برای دیدن زهره اومدم، ولی اولین چیزی که ازش سوال کردم این بود که من چطوری میتونم مثل تو اینجا مبارزه کنم و بمونم. که منو برد پیش بقیه همرزماش، با اونا صحبت کردم. یعنی خیلی احساس عجیب و زیبایی بود، چون میدیدم که کسای دیگه هم هستن که مثل منن، همه از درسشون گذشتن، خیلی ها بودن از زندگی و تحصیلشون گذشته بودن، با اینکه مهندس بودن، دکتر بودن. خیلی از اینجا مادرایی رو دیدم که فرزندانشون رو گذاشته بودن اومده بودن، ولی همه برای یک هدف همه چیزشون رو گذاشته بودن. با اینکه اون موقع زیاد متوجه نمی‌شدم، ولی همین که همه این جمع رو می‌دیدم که برای یه هدف، اونم آزادی مردمشون، اینطوری قیمت دادن و همه چیزو گذاشتن، این خودش برام انگیزه ای شد برای اینکه بتونم مثل اونا باشم. و اولش با این فاصله داشتم، ولی فهمیدم که منم میتونم. وقتی اونا این مسیر رو طی کردن، منم مثل اونا این مسیر رو انتخاب کنم. بله، همونطور که در اول برنامه هم گفتم، علاوه بر شهادت فاطمه در این حمله جنایتکارانه، خواهرش طیبه مسیح یعنی خاله زهره و سحر هم که از زندانیان همین رژیم بوده و بعد از آزادی از زندان حدود 8 سال پیش به دلیل ممنوع الخروج بودن با سختی‌های بسیار خودشو به اشرف رسونده بود، توی این حمله از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. بعد از دیدن قسمت کوتاهی از صحبت‌های طیبه به ادامه صحبت‌های سحر و زهره می‌پردازیم. روز 19 فروردین بود که ما فهمیدیم مزدوران به میدون لاله حمله کردن. دیدیم به تمام مزدوران با هامپی و ماشین آبپاش همه آماده باش هستن که می‌خواستن به ما حمله کنن، ولی ما همه با دست خالی. یک دفعه یه ترکش به من اصابت کرد که وقتی من ترکش فهمیدم اصابت کرده، شروع کردن به دویدن و شعار دادن که باز پاما به گلوله بستن. و بعد از اون منو بچه ها کمک کردن، منو به اورژانس بیمارستان اشرف بردن که اونجا دیدم که تمام خواهر برادرهای ما همه زخمی و خونمالی، همه را با دست خالی بچه ها رو یه اکسیژن نداشته، بچه همون شهید شدن فقط به خاطر اینکه ما یه اکسیژن نداشتیم از جونشون دفاع کنیم. وقتی وارد امداد اشرف شدم فهمیدم خواهرم به شهادت رسیده، فاطمه مسیح خواهرم به شهادت رسیده، که به وجود او افتخار میکنم با خواهر عزیزم فاطمه پیمان و با تمام شهدایی که خودشون در این راه دادن پیمان میمندم که تا آخرین لحظه از اشرف
در برای آزادی ملت ایران دفاع کنم.